هوش مصنوعی همون ابزاریه که ما رو از محدودیت ها خارج میکنه، چه محدودیت های زمانی، چه محدودیت های ذهنی. تصاویر، ویدیوها و فضاهایی رو خلق میکنیم که تا به حال وجود نداشته. سلام به همراهان از مارکت نیو، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من یه جوانی فرستم و توی این ویدیو جذاب قرار با هم دیگه سه تا موتور هوش مصنوعی رو معرفی کنیم، بررسی کنیم که فوق العاده دارم. من بهتون قول میدم اگر تا پایان ویدیو من همراه باشید، اول از شگفت زده فایت شد، دوما تو خیلی از موضوع کارتون را میفته. بریم سراغ سایت اول، clipdrop.com. سایت اول اون سایتی که تعداد بسیار زیادی ابزار از هوش مصنوعی رو در اختیار ما قرار میده که در تصویر مشاهده میکنید، از افزایش کیفیت ویدیو و عکس گرفته تا ساخت عکس از بک‌گراند و چیزهای بسیار باحال و جذابی که توی این سایت هست. ما دو موردش رو میخوام با هم دیگه بررسی کنیم که به نظر من اصلا پرکاربردتر. مورد اولش هست و بک‌گرانده. میبینید که من یک تصویر رو به این هوش مصنوعی دادم، به سادگی آپلودش کردم و ازش خواستم با یک کلیک بک‌گراند منو حذف کنه. میبینید که در تایم بسیار کمی بک‌گراند من با دقت نسبتاً خوبی حذف شد. شما اگر بخواید عکسی برای مثلا ویزاتون، برای عکسای اداریتون داشته باشید، میتونید به سادگی با همین یک کلیک بک‌گراندتون رو حذف کنید و عکس ایدئال خودتون رو به دست بیارید. اما کاربرد بعدیش تقریبا مثل نکسیکای خودمونه که تو ویدیو قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، ساخت عکس با کلمه، در واقع موتور تکست تو ایمیج. یه مقداری از نکسیکا به نظرم عکساش با کیفیت‌تر و خوشگل‌تره. من از این موتور هوش مصنوعی خواستم که تصویر یک گربه رو با عینک دودی به شکل رباتیک به من بده و می‌بینید که نتیجه چقدر جذاب است. 4 تصویر رو من داد که واقعا هر 4 تاش تمام می‌گم بی‌نفس و فوق‌العاده‌ن، چیزی که استاد نکسیکا توی این هوش مصنوعی خیبه. اما این سایت قابلیت‌های بیشتری هم داره که تو ویدیو بهتون گفتم، توصیه میکنم حتما از این قابلیت استفاده بکنید و ازشون لذت ببرید. اما بریم سراغ سایت دوم. سایت دوممون runwayml.com است. توی این سایت ما با یک ویژگی نسبتا جدید از هوش مصنوعی مواجه خواهیم شد، تولید ویدیو از تکست و از عکس. یعنی شما با دادن چند کلمه به این هوش مصنوعی میتونید ازش یک ویدیو بگیرید. من به این هوش مصنوعی گفتم که برای من تصویر یک کشتی در دریای مواج رو بسازن و میبینید که چقدر نتیجه قشنگیه. بدون اینکه من کار خاصی بکنم و چند کلمه خیلی ساده تونستم این تصویر، این ویدیو رو در واقع به دست بیارم. اما کاربرد دیگه‌ش هم اینه که میتونید یک عکس رو به این هوش مصنوعی بدید و این هوش مصنوعی خودش به سلیقه خودش میاد برای شما این عکس رو متحرک میکنه. که تو ویدیو میبینید من 2 نمونه از عکس هام رو به این هوش مصنوعی دادم و اونم متحرک شد. به نظرم چیز جذابیه، حداقل عکس رو نسارت ثابت و بدون حرکت به ویدیو تبدیل میشه. البته بازم میگم که این ویژگی هنوز نوپاه و قراره که بهتر شه، پیشرفت کنه. البته تو ویدیو اول گفتم که هوش مصنوعی با چه روش پیشرفت میکنه. اگر ندیدینش تو سیمبل همین الان برید ویدیو رو ببینید. اما مورد سوم که سایتش طولانیه براتون اینجا زیرنویس میشه، یک چیز خیلی خفنه که واقعا وقتی خودم داشتم تست میگرفتم ازش تا برای شما ویدیو رو آماده کنم واقعا لذت بردم و چند لحظه منو از این دنیا فارش کرد. این سایت میتونه به شما با دریافت چند کلمه یک محیط بده، در واقع یک فضا بده، یک فضای کاملا 360 درجه که میتونید ببینید. من چند موردی رو که سرچ کردم رو بهتون نشون میدم در ادامه ویدیو. این موتور هوش مصنوعی در کلاس های مختلفی میتونه عکس رو برای شما جنریت بکنه یا اون در واقع فضا رو، که خب بعضیش فری نیستن اما بعضیش هم فری هستن. یکی از این مدل هایی که خیلی باحال بود مدل ریدینت بود که یه تصاویر سبک قدیمی خیلی صفنی به من داد. خب من در ابتدا از این سایت خواستم که کلمه متاورس فوتبال گیم رو برای من بسازه و برای من یه دنیای جدید بسازه. خب 1 تا 2 دقیقه تقریبا زمان میگیره ساختن این دنیای جدید و خب میبینید که برای من این تصویر رو ساخت. اون چیزی که میخواستم نبود، ولی خب بازم مسیج داد و شایعت شده محیط متاورسی تقریبا حس میشه و خب زمین فوتبال هم جزئیات نسبتا خوبی داره، البته که فوتبال آمریکایی برداشت شده از حرف من.
بعد من مود رو روی رادیانس تغییر دادم، نمیدونستم نتیجه چیه، اما فهمیدم که مود رادیانس کلن برای اون مود جنگی نمیشه گفت، قدیمی جذاب و خفن طوره دیگه. ببین این چقدر باحاله، این محیط فقط با دیدن میشه فهمید چقدر خوب و باحاله. بعد از این سایت خواستم که یک شهر قدیمی در اروپا رو برای من تصویر سازی کنه، بله حالا با یک کسل، با وید کسل میشنم من براش. خب میبینید که بازم تصویر ساخته میشه. حقیقتا من خودم از دیدن تصویر و نتیجه شگفت زده شدم، اینکه چقدر جزئیات دقیق و زیاد و خارق‌العاده بودن. در ادامه از این موتور خواستم که تصویر یک فضانورد رو به من بده با دوستش و کنارش یه کندی شاپه. خب تصویر خیلی غیر طبیعیه، خواستم این موتور رو تست بکنم ببینم تا چقدر میتونه من جزئیات بده. خب همون محیط رادیانتش رعایت شده، اما حالت فضانوردیش به چشم میخوره. برای من جالب و جذابه. ببینید عینکای متاورسی رو چشاشون دارن. نمیدونم چجوری این محیط اصلا جنریت شده، اما خیلی تصویر باحالی است. صرف نظر از اینکه من چی ازش خواستم، داره یه تصویر معرکه و بی‌نظیر به من میده. و در آخر چیزی که خواستم این بود که یک شهر قدیمی در ایران رو با حضور مردم ویت پیپل به هم نمایش بده. نتیجه رو بازم میبینید. البته که مثلا مردمی من آدمایی در این تصویر نمیبینم، اما ببینید دقیقاً همون بافت ایرانی ماست. این کوزه هایی که سفالیان، این گلدونه هایی که سفالیان رو میبینید، این نقش و نگار هایی که روی دیوار هست، واقعا عجیبه. یعنی جذاب و قشنگ و تمیزه و من واقعا از این سایت لذت برن. حتما تست کنید، دنیای خودتون رو بسازید و ازش لذت ببرید. بعد این نهایت یه نکته در نظر بگیرید، اینکه این اون شیء مصنوعی که ما معرفی کردیم در نسخه مجانی و فری خودشون یک سری محدودیت ها دارن، چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت. اگر میخواید به کیفیت بالا و ایدئال این سایت ها دست پیدا کنید، باید اینها رو خریداری کنید. و یه نکته دیگه هم که برای ویدیو بعدیه اینه که اگر محدودیت ایمیل دارید، ویدیوی بعدی در مورد یک موتور ایمیل هستش که محدودیت ایمیل رو از شما میگیره و به شما بی نهایت ایمیل میده برای ثبت نام در سایت میتونید. پس حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای جذاب بعدی باشید. اگر سوالی پیش اومد برام کامنت بذارید. ممنونم و تا ویدیوی بعدی ببینمتون.